سلام بچه ها، خوش اومدید به پرژن کوکتل. من مایکل هستم. امروز میخوام یه کوکتل جدیدی رو به شما نشون بدم، ولی این کوکتل خیلی معروفه. فکر میکنم الان اگه این برنامه رو ببینید حتما میدونید چه نوع کوکتلی میخوام درست کنم و تا الان احتمالا خوردید. اگرم نخوردید چیز جالبیه، خیلی آسونه برای تهیه کردنش و خیلی تشریفاتی لازم نیست درستش کنید. من وسایل کافی دارم برای درست کردنش، اگر نداشتید خیلی مهم نیست. و اسم این کوکتل مارگاریتا هست. من اوریجینال مارگاریتا رو به شما نشون میدم. امروز خیلی ساده است و محلولای اصلی که لازم دارید تکیلای که از مهمترینشه و من تریپل سک هم میریزم که مال من کوانتراه و چیز خیلی خوبیه، جون که خیلی خوبیه، خیلی خوشبوه، خیلی خوشمزه است و استفاده میکنن همه جا. تو خیلی مشروبای مختلفی از کنترل استفاده میکنن. خب برسیم به این محلول. همونجور که گفتم تکیلا، کنترل لازم دارید و لیمو لازم دارید. لیموی سبز بیشتر مورد استفاده است توی این محلول، توی این مشروب. اگه لیموهای دیگه هم داشتید مهم نیست، میتونید استفاده کنید. و نمک هم لازم دارید. من این ظرف رو خریدم، اگر نداشتید هر نمکی میتونید استفاده کنید. نمک تکیلا چیز مارگاریتا میتونید بریزید. با تکیلا بیشتر میخورن اینا رو، لیمو و نمک معروف با تکیلا و برای مارگاریتا هم استفاده میشه. این از این لیوانای مارگاریتا هم داشته باشید خیلی خوبه. نداشتید تو هر لیوان دیگه میتونید درستش کنید. و چیزی که لازم دارید حتما یه شیکر باید داشته باشید، یه محلول مخلوط کننده، یه میکسر، یه شیکر باید داشته باشید. جیگر باید حتما داشته باشید اگه برای اندازه‌گیری خیلی مهمه. اگه ندارید یه ظرف یا هر چیزی که بتونید اندازه‌گیری بکنید و لازمه داشته باشید. لیمو همونجوری که گفتم لازم دارید. بعد زیتون هم من آوردم برای تزیین کردنش. مینت هم همونطور که گفتم برای تزیین کردنش لازمه. اگه نداشتید مهم نیست. خب چیزایی دیگه هم که لازم دارید حتما یه لیمو گیر هم لازم دارید، یا لیمو گیر هم لازم دارید، چاقو هم لازم دارید که لیمو رو ببرید و یه دونه استرینر هم لازم دارید که بتونید جلوی یخهایی که میریزید و بگیرید که نره توی لیوانتون، چون نمیخواید یخا و خورده یخا وارد لیوان بشه. میخواید همونجور سرد مشروبتون رو بخورید که خوشمزه باشه. و مقدار زیادی هم یخ لازم دارید. من به اندازه کافی دارم و کارم را میندازه. خب برای درست کردن این مشروب اولین کاری که میکنید یه مقدار یخ بریزید توی شکرتون. بهتر باید شاید باشه من فکر کنم به اندازه کافی ریختم. خب الان برای من با هر کدوم از این محلول را شروع کنید فرق نداره. یه اونس یا 30 میلی لیتر از این کنترل میریزیم. خیلی بوی شیرین و خوشمزه‌ای داره. آدم اصلا نمیخواد دست از این مشروب بگیره، برداره. خیلی خوشمزه است و خیلی جام استفاده میشه. من تو برنامه بعدی من از این استفاده میکنم. و یه اونس یا 30 میلی لیتر از اون ریختم، از کوانترا تریپل سک، و 2 اونس از تکیلا میریزیم. من خودم اهل تکیلا نیستم ولی بعضی وقتا با دوستان اینا میخوریم. جالبه، خوشمزه است. یکی از بهترین مشروباییه که تو دنیا وجود داره تکیلا و خیلی کم به شما سردرد میده. اگه زیادم بخورید صبح بعدی هنگوور نمیشید، اگه فقط تکیلا بخورید و مشروبای دیگر رو باش قاطی نکنید. خلاصه در کل چیز خوبیه. الان بعد اینکه این محلول رو اضافه کردید تقریبا یه اونس هم لیمو میخوایم که لایم، هر نوع لیمویی میتونی استفاده کنید، آب لیمو هرچی. من اینو دارم استفاده میکنم، چیزی بدی نیست.
تقریبا یه لیمو میشه فکر کنم بخاطر اینکه یه اونس یوپس همه جا ریخته میشه. این یه ذره خوبه بزرگ کنون دیسریگارد کنم بشم بذارم خلاصه یه اونس هم لیمون میریزی همین تموم شد. الان سر شکرتون رو میذارید محکم میبندیدش که تکون نخوره یعنی نریزه بیرون نباشه بیرون تکون میدید تقریبا یه 30 بار 20 بار تا 30 بار شکش کنید. ببینیم چجوری شد ببینیم قیافش چجوریه خیلی خوب شده یعنی فکر کنم لیوانم برای این بزرگه برای این مقدار تکیلایی که ما درست کردیم همین مارگاریتایی که درست کردیم. خب الان لیوانتون رو باید گارنیش بکنید با نمک و لیمو. من لیمو رو بریدم به چند شکل مختلف یه دونه اینجوری یه دونه دایره که گارنیشش کنم اینو بیشتر بریدم که بتونم لیوانم رو یه ذره باش لیمویی کنم که نمک قشنگ بچسبه روش. خیلی کار من تو این زمینه جالب نیست ولی بکنم شدنیه. حالا لیوانتون رو میذاری توی نمک چه قشنگ نمک بهش بچسبه و اگرم نچسبید تمام زحمتتون رو بکشید که بچسبه چون نمک بخشی از مزه مارگاریتاست. چسبید لیمو زدم و نمک بهش چسبید و خیلی خوشگل شده. حالا خود محلول مارگاریتا رو به لیوانمون اضافه میکنیم بسیار عالی. الان من یه دونه از این چوبایی که چوب دندون بهش میگن خلال دندون بهش میگن از این فنسی ها دارم. خلال دندون نیست فقط فلزیه تو برنامه قبلی من استفاده کردم از اون. میتونید بیایید چند تا زیتون روش بزنید همه جا تو همه جا اگه دیده باشید زیتون میزنم با مارگاریتا فیلم من دیدم خیلی جالبه ولی من خودم به شخص اهل همونجوری که گفتم اهل تکیلا و مارگاریتا زیاد نیستم ولی با دوستان خوردم خوشم اومده. برام چهار تا بزنیم نگن خسیس بود. اوکی اینو میذاریم اینجا توی مشروبتون. بعد یه دونه لیمو هم که همینجوری بریدم خوشگل اونم میتونید بذارید بغل لیوانتون برام نیفته. و من میدونید تو همه برنامه هم حرف زدم گفتم عاشق نعنا هم نعنا میذارم. نعنا رو تو دستتون بگیرید یه دونه کوچولو تپ بزنید و اینقدر محکم نزنید که تمام اصاروهاش رو در بیارید ولی بوش و عطرش رو میخواییم در بیارید. دوتا محکم زدم حتی زیاد محکم نزدم بوش در اومد خیلی قشنگه. اونم میتونید بذارید کنار لیوانتون و نوش جان بکنید. خیلی جالب شده خوش قیافه شد خیلی خوش بوشم خیلی عالیه خوش عطر و تراوته. مزهش کنم ببینم چجوریه. سلامتی بچه ها
خوبه. یه ذره نمکی زیاد شد دور لیوان. ولی کلا مزه مارگاریتا خوشمزه شد چون تریپل سک ریختیم و تکیلا و آتی. خیلی خوشمزه شد و در کل مشروب خیلی آسونیه برای درست کردنش. اگه زیتون نداشتید مهم نیست، هر نوع لیمویی میتونید استفاده کنید. باید تکیلا داشته باشید، حتی تریپل سک یا همون کنترل هم که نداشته باشید هم مهم نیست، با تکیلا معمولا درستش میکنن. و هر چیزی میتونید اضافه کنید توش، خیلی چیز ساده ایه، خیلی آسونه. تو هر لیوانی هم میتونید درست کنید. من فکر کردم گفتم یه چیز ساده درست کنم برای بچه‌ها که شاید دسترسی نداشته باشن به هر نوع مشروبی، اینو درست میکنیم براتون. و یکی از برنامه بعدی میخوام براتون چیزو درست کنم، موهیتو رو درست کنم. فکر کنم خیلی از دوستان ایرانی دوست دارن موهیتو رو، اونم میکنیم. اونم خیلی آسونه، خیلی آسونه. نعنا و چند تا وسایل دیگه، لیمو و اینا میزنیم توش. بهتون رو فیلم نشون میدم، حتما فیلم میگیرم. امیدوارم خوشتون بیاد. خواهش میکنم سابسکرایب کنید، فالو کنید، زنگوله هم بزنید که من بتونم برنامه دیگه هم براتون بذارم، ات لیست اشتیاقشو داشته باشم. خلاصه تا برنامه بعدی، شب و روزتون خوش.